سفارت آمریکا در دوشنبه روز 15 دکامبر در یک اطلاعیه خبر داد که امرا با اداره مبارزه با مواد مخدر و جنایتکاری سازمان ملل در حنوی بازسازی گذرگاه جلدآور در منطقه شهرتوز مرز تاجیکستان با افغانستان را شروع میکند. سفارت گفت طرح بازسازی گذرگاه جلدآور با سرایست قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان هماهنگ شده است و بعد بازسازی در این گذرگاه می توانند 40 مرزبان خدمت کنند. در گذرگاه همچنین انبار برای تجهیزات فنی و اجراهای تعلیمی در این بنای مؤثر ساخته می شوند که به گفته سفارت امکانات های مرزبانان تاجیک برای تامین امنیت مرز و مبارزه با مواد مخدر را بالا خواهند برد. سفیر آمریکا در تاجیکستان جان مارک پومرشایم در رسم آغاز این لایحه تاکید کرد پشتیبانی دائمی ما از مرزبانان تاجیکستان امنیت، ثبات و استقلالیت تاجیکستان را تحقیم می بخشد. تاجیکستان در تامین امنیت منطقه نقش مهم بازی می کند و آمریکا در این تلاش های تاجیکستان برای مقابله با تهدید تروریسم و قاچاق غیر قانونی مواد مخدر در آسیای مرکزی شریک دائمی تاجیکستان باقی می ماند. حکومت آمریکا از سال 2002 به این طرف بازسازی 10 گذرگاه و 3 تعلیمگاه مرزبانی را در تاجیکستان مبلغ گذاری کرده است.